بینندگان عزیز تلویزیون برابری و مجید دارابگی در گفتگوی سیاسی این هفته. درود بر شما و بینندگان گرامی تلویزیون برابری. به سالگرد جنبش آبان ماه 98 نزدیک میشیم، جنبشی که جنبش گرسنگان و محرومان نام گرفت، جنبش صد شهر، جنبشی که بسیارانی از مردمان ایران رو به واقعیت سیاست‌های مخرب و ویرانگر حکومت اسلامی بیشتر آشنا کرد، سیاستی که غارت حکومت اسلامی، غارت همه منابع رو به عیان به همگان نشان داد و سیاست سلاخی سفره‌ها، سلاخی سفره‌های نان مردم، سفره‌هایی که می‌خواست آب و برق مجانی رو به خانه‌های مردم بیاره، سفره‌هایی که می‌خواست به اصطلاح مردم رو به جایگاه واقعی خودشون برسونه، سفره‌های خالی‌تر و خالی‌تر شد و مردمانی گرسنه، مردمانی در گور خوابیده و آشغال گرد، کودکان کار و هزاران مسائل شماری برای مردمان ما آفرید که هرگز ما در تاریخ مدرن ایران شاهد آن نبوده. مطالبات همچنان برقرار است و معترضان همچنان در زندان، همچنان آمارها داده نمیشه و آمارها نامفهوم و نامشهوده، اما مردم این آمارها رو در زندگی خودشون در واقع حس کنن با گوشت و پوست. شما چه ارزیابی دارین از اون جنبش آبان 98 که ادامه جنبش دیماه 96 بود؟ جمهوری اسلامی در واقع سالهای زیادی است که به پایان خودش رسیده، یعنی حکومتی که از 41 سال پیش آغاز شد بیش از یک دهه است که به پایانش رسیده و در واقع مثل مریضی که به رخت خواب افتاده و نفسهای آخرش رو میکشه، این حکومت نفسهای آخرش رو میکشه و برای اینکه خودش رو حفظ کنه تلاشش اینه که بقای اقتصادیش رو به یک نوعی حفظ کنه. در سال 98 که مسئله آبان پیش اومد، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تمام نهادهای خودش رو دور بزنه، مجلس فرمایشی خودش هم دور بزنه، سران سه قوه یعنی رئیس قوه قضاییه، مجریه و قضاییه، روحانی، رئیسی و لاریجانی به توصیه خامنه ای نشستن، تصمیم گرفتن قیمت نفت و بنزین و دیزل را یک مرتبه سه برابر کنن. خب این یک تصمیم ناگهانی بود. زندگی خیلی از مردم به حمل و نقل، به ترابری وابسته است، یعنی وقتی که بنزین گرون میشه هزینه کالا هم گرون میشه، هزینه مسافرت هم گرون میشه. ما با توجه به این که سالانه نزدیک 7 تا 8 میلیون تن مواد غذایی از خارج وارد میکنیم، این مواد از بندرها میان، حمل و نقلش با خودروه، در داخل کشور به سبب انبوه بیکاران صدها هزار نفر در شهرهای بزرگ و ده ها هزار نفر در شهرهای کوچک و متوسط دستن در کار حمل و نقل هستند.
وقتی که بهای بنزین و گازوئیل یا دیزل به این اندازه گرون شد، بسیاری از اینها از یک طرف احساس اون خطر کردن که همه کالاها سرسام‌آور بالا میره، از طرف دیگر شمار زیادی شغلشون از دست دادن. اما به باور خیلی ها این فقط یک بهانه بود. همین جور که در دیماه سال 97 به مدت یک هفته در بیش از 100 شهر و به تعبیری در 140 شهر بزرگ و کوچک، از جمله در شهرهای میلیونی تهران، کرج، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، مشهد، اصفهان، زاهدان، کرمان، تظاهرات انبوه 100 هزاری برگزار می‌شد، این بار مردم یک مرتبه به خیابان نریختن بدون هیچ گونه سازماندهی از پیش. همین که اخبار روز اعلام شد، اخبار سر ساعت 7 صبح و 8 صبح که این خبر را تکرار کرد، مردم خود جوش به میدان اومدن. خب پاسخ حکومت چی بود؟ حکومت میتونست دو تا پاسخ داشته باشه. پاسخ اولش پاسخ یک حکومتی بود که در میان مردم ریشه ای داشته باشه، بگه ما به علت نیاز این کار کردیم، حالا که شما نمیخواید ما عقب بکشیم. حتی مجلس فرمایشی و حکومت هم گفت عقب بکشیم. اما خامنه ای چون پیشا پیش به اونها چراغ سبز داده بود که این اقدام را بکنن، گفتن ما عقب نمیکشیم. در نتیجه شروع کردن به کشتن مردم، زخمی کردن مردم، بازداشت مردم. یعنی مثل یک لشکر مهاجم که از یک کشور خارجی بره به داخل یک کشور هجوم بیاره، به مردم هجوم آوردن. خود اینها به خبرگزاری ها پاسخ دادن 1500 تا کشته دادیم. این خبر را رویتر از تهران پخش کرد، اما بعدن اصلاح کردن، اعتراف کردن که 350 نفر تا 330 نفر یا 336 نفر سه تا تعبیر کردن آدم کشتن، شمار زیادی را زخمی کردن، شمار زیادی را هم بازداشت کردن. عده ای از اون بازداشتی ها را هم اکنون دارن محاکمه می کنن و کسانی را هم به اعدام محکوم کردن. خب این یک ور قضیه است. اون سوی قضیه چی هست؟ اگر حکومت از مردمه، مردمی که به یک اقدام دولت به شیوه مسالمت آمیز اعتراض میکنن، به چه دلیلی مردم را میکشید؟ حکومت باید در انتهای خط باشه که پاسخش به درخواست منطقی مردم گلوله. اینجا باید این نکته رو روشن کنیم. بازنده این دعوا مردم نیستن، بازنده این دعوا خود حکومته. امروز وقتی میبینیم یک دلار آمریکایی به 35,000 تومان میرسه و خود حکومت میفروشه، یک یوروی آلمان، یک یوروی اروپا به 40,000 تومان و بیشتر خرید و فروش بشه. یعنی رژیم با اقدامی که خودش کرد، هزینه حمل و نقل یا ترابری را بالا برد، این هزینه به کالاهای دیگر اثر گذاشت. البته نگفته نمونه که تحریم اقتصادی از خارج هم بی تأثیر نیست، اما تحریم اقتصادی پیش از این اقدام صورت گرفته بود. حکومت خودش با گرون کردن کالایی که خودش به مردم عرضه میکنه، درست مثل
سکه های رایج اروپایی، ارز اروپایی را که خود دولت میفروشه، باعث شده به همینجور که شما گفتید به سفره خالی کارگران و زحمتکشان تعرض کنه. وقتی که حداقل مزد را تعیین کردن در آغاز سال گذشته با 1,500,000 تا 1,800,000 تومان، امروز میبینیم اون رقم 1,800,000 تومان فقط پولی نیست که یک کارگر یا یک کارمند با 4 سر عائله بتونه فقط نون خالی بخره. در نتیجه مردم مجبورن به کار دوم رو بیارن. اگه کار دوم نباشه مردم گرسنه بخوابن. وقتی که میگم این حکومت به انتها رسیده، حکومتی که تعرض میکنه به نان مردم، این حکومتی است که به انتهای خط رسیده. اگر به انتهای خط نرسیده بود نمی اومد در آبان ماه سال گذشته از نوجوانان کشوری که نه آینده ای دارن، نه شغل دارن، نه چشمنداز کار دارن و نه از نظر خانواده امکان دارن به زندگیشون بدن، از ناچاری به میدان اومدن که اعتراض کنن که ما به انتها رسیدیم. اما حکومت پاسخش به مردم گلوله بود و اگر این جنبش ادامه پیدا نکرده، یکی از دلایل این قضیه شیوع بیماری کروناست. یعنی اگر شروع بیماری کرونا نبود، کشت و کشتاری که اینها در آبان ما از بخصوص جوانان و نوجوانان کردن بدون پاسخ نمیموند. این خوشبیاری موقت را دارم که مردم از اجتماع میترسن، امکانات دارویی کشور کمه، دارو را از کشور صادر میکنن، قاچاق میکنن، بیمارستان به اندازه کافی ندارن، تخت کافی برای بیماران کرونایی اختصاص ندادن و در نتیجه مردم از اجتماع اونچنانی که نیازمند تظاهرات 100,000 نفریست فعلا ابا دارن، ترس دارن. اما این یک چیز موقتی است. به هیچ وجه این حکومت حکومتی نیست که به بقای خودش اطمینان داشته باشه. شما گفتیم به پایان، در واقع حکومتی که پایان خودش رسیده، یک مریض اورژانسی تبدیل در واقع تصویرش کشیدید که در CCU یا به قول معروف اتاق ویژه‌ای خوابیده و باید همینجوری دستگاه تنفس و همه چی بهش آویزان باشه که این بیماره نمیره. موقعیتیه که دیگه موقعیت حتی سال 98 نیست، سال دی ماه 96 نیست. موقعیتیه که به قول شما ارز پول در واقع کشور دیگه ارزشی نداره، از اون به اصطلاح رویای هفتومن و دلار هفتومنی تا دلار صد تومنی دوره رفسنجانی تا دلار هزار تومنی دوره احمدی نژاد به 30,000 و اندی رسیده و به گونه ای که مردم باید با دلار خرید کنند و با به اصطلاح ریال پولشون در واقع داده بشه بهشون و زحمت واقعیه، یعنی یه زحمت واقعیه که چجوری اصلا زندگی میشه کرد. از این ور به این بحران اقتصادی به شکل وحشتناکی همه نیازهای مهمترین چیزهای نیازهای اولیه رو دچار مشکل کرده دیگه. خرید گوشت و ماهی و میوه و حتی دارو بسیار بسیار سخت شده برای خانواده ها دیگه. تحصیل و مسافرت و امثال هم رو ما کنار میذاریم. در کنارش ما شاهدیم که این تحریم های اقتصادی تشدید پیدا کرده. تحریم های اقتصادی دیگه حتی
وزیر نفت و وزرا و به اصطلاح نهادهای مختلف حکومتی، همه بانک‌های حکومتی رو در بر گرفته و ایران دیگه در لیست سیاه در واقع بانک‌ها هم قرار گرفته، در لیستی که تلاش شد برای مدتی، مدت‌های طولانی، که ایران به یک سری حداقل اون تشخیص مصلحت قبول کنه در واقع قواعد بین‌المللی رو در رابطه با مسئله رسوم و مقررات های بانکی جهانی و اینها، به خاطر همین حمایت هایی که از کشورهای به اصطلاح گروه های تروریست انجام میده، در این حال برای غارت هایی که میکنن، یعنی پول های بادآورده ای که از کشور خارج میکنن و توی کانادا و سوئیس و انگلیس و کشورهای مختلف در حال سرمایه گذاری و پول ریختن هم. آدمایی که با اسامی مختلف در واقع پولاشون رو خارج کردن، دلارهایی که خارج میشه، دلارهایی که محصولاتی که خارج میشه، دلارهایی که گرفته میشه و ارسال میشه و هرگز محصولی وارد نمیشه. بحران از به این لحاظ بنبست بانکی و رد و بدل پول یک چیز واقعی. در این حال هر گونه مراودات نفتی، صادرات نفتی و صادرات مواد دیگه هم با مجازات های آمریکایی مواجهه و این تحریم ها در واقع اقتصاد و صنعت ایران رو کاملا به سوی متراشی شدن وامی داره. اصلا در واقع تازه کردن و تولید مجدد نفت و از چاهایی که در واقع متروکه میشن بسیار بسیار یک سرمایه گذاری بسیار سنگین تری نیازه و ادامهش. به خاطر همین این مسئله در برای آینده ایران دچار مشکل میکنه. بیکاری که دیگه فاجعه است، یعنی به قول شما کرونا هم که اومد بسیاری از صنایع خدماتی و توریستی و اینها هم کسان بسته شدن. آمارها نشون میده که بیش از 500 هزار نفر از در واقع کسانی که توی گروه‌های خدماتی و توریستی اینا کار می‌کردن، تو هتلداری، توی مسافرخانه‌ها، توی چیزای رفت آمدی، اونا همه کاراشون رو از دست دادن. و از اون برم مدارسی که در واقع به خاطر کرونا نمیتونن برن، دانشگاه‌هایی که چیزه، و اون به اصطلاح سامانی شادم عوارض شما در مرگ کودک بوشهری و امثال هم می‌بینید. در این حال این مطالبات که بر جا مانده، مطالبی که علیه گرانی، علیه غارت، علیه سقوط سطح زندگی مردم، برای نان، برای کار، برای مسکن هست، همچنان باقی است. در این حال مطالبه برای آزادی زندانیان سیاسی، نه فقط زندانیانی که در تا سال 98 زندان بودند، بسیارانی همچنان یا در زندانن یا مجازات های سنگین مثل شمشیر دموکلس بالای سرشونه. در این حال ما از سرنوشت هزاران نفر که در آبان ماه 98 دستگیر شدن بیخبریم. بیخبری و مجازات های تشدید مجازات ها علیه زندانیانی که در زندانن مثل نسرین سوتولو و امثال هم ادامه داره و کرونا هم اونا رو میکشه و مدام ما این مجموعه مطالبه همچنان باقیست. فکر میکنید با توجه به اینکه این همه چیز تشدید شده، تمام اون زمینه هایی که جنبش 93 ماه 96 و خصوصا جنبش سراسری آبان 98 رو در واقع پدید آورد، فکر میکنید چه خواهد شد؟ چطور میشه این مطالبات بر جای مانده، مطالبات بر زمین مانده، باز به یک پرچمی برای نبردهای آینده و شورش های بزرگ دیگر تبدیل میشه، خصوصا با منطقه ای که مادرش هست؟ اصل قضیه این است که بحران همه جانب است. نخست این که بحران سیاسی مقدم بر هر چی وجود داره، جنگ بالایی ها در ظرف 4 سال گذشته به اوج خودش رسیده. این حکومت از بد و ورودش به کشور رهبران روحانی و از بد و اقتدارشون تا به حال
یک جنابندی هایی داشتم، ائتلاف هایی در بالا داشتم، این ائتلاف ها مرتبا کاسته شده، امروز بر یک محور به دور خامنه ای جمع شدم. حتی اصلاح طلبان و حکومتی را قدم به قدم کنار گذاشتم. باندی که دم از اصلاح نمیزد، اشتباه نکنیم، رفسنجانی اصلاح طلب نبوده، روحانی که شریک ائتلافی رفسنجانی بود و هست اصلاح طلب نبوده. میگن ما معتدلیم، صحبت از اعتدال میکنن. اینها اعتدالیون اسلامی را هم کنار گذاشتن. انتخاباتی که پس از آبان سال گذشته برگزار کردن به بیان روشن در سطح تهران 9% شرکت کرده، در سطح کشور 20% شرکت کرده. یعنی وقتی که برای انتخابات مجلسی که به یک شکلی رقابت های محلی وجود داره ادعا کردن گفتن 40%، ولی بر اساس آمار روشن در سطح کشور 20% بوده، در سطح تهران 12 میلیونی 9% تا 9.5%. خب این یعنی در این کشور 80% مردم امید خودشون را به جنابندی های حکومتی از دست دادن. اگر تصور کنیم از اون 20%ی که رفتن رأی دادن 10%ش هم به اصلاح طلبان باشه، نگاه میکنیم میبینیم حکومتی که الان بر سر کاره یک حکومت 10% جامعه است. این به لحاظ سیاسی. الان هم که تدارک میبینن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، صحبتی دیگه از حضور اصلاح طلب و اعتدال و اینها نیست. صحبت از این است که دو باندی که دور خامنه ای جمع شدن، جریانی به اسم اصولگرایان که یک جریان بی اصول هستن، و ادهی هم در واقع از اونها رادیکالتر، قبلا در دور احمدی نژاد جمع بودن، به اسم گروه پایداری. اینها در واقع تلاش هستن با روی کار آوردن یک نظامی اوضاع را در واقع به شکل نظامی تحت کنترل در بیارن. ما بعدا صحبت خواهیم کرد، رژیم شاه آخرین تیر ترکشش این بود که ارتش را وارد میدان کنه. جمهوری اسلامی هم آخرین تیر ترکشش این است که سپاه و پاسداران را به عنوان اداره کننده کشور به میدان بیاره. همینجور که الان یک پاسدار را در صدر مجلس نشون دادن، یک جانی را در صدر قوه قضاییه نشون دادن، یک جانی را هم در سطح مجلس گذاشتن، در سطح جمهوری هم بذارن به عنوان رئیس جمهور انتخابی. برایشان مهم نیست که با 10% رأی بیاد یا با 15%، ولی به هیچ تعبیری 20% آرا را کسب نخواهد کرد. خب این به لحاظ سیاسی. به لحاظ اقتصادی شما به درستی اشاره کردید، به سبب بحران اقتصادی، به سبب تحریم اقتصادی، حکومت چشم‌اندازی حتی پس از رفع تحریم‌ها هم نداره. حکومت پس از اینکه تحریم‌ها برداشته شد در سال 2015، از 2016 تا 2018 به مدت 3 سال که نفت می‌فروخت، در خوشبینانه‌ترین باورها میتونست 1,300,000 بشکه نفت استخراج کنه. چرا؟ به خاطری که چاهای نفت نیازمند بازسازی است و بازسازی نیازمند سرمایه گذاری کلان 200 میلیاردی است. این پول در داخل وجود نداره، در خارج هم وجود نداره.
امروز که ما میبینیم مردم دلار را با 35,000 33,000 میخرن، یعنی فرار سرمایه ها. مردم که نمیتونن از ایران ریال خارج کنن یا تومان خارج کنن، مردم از ایران دلار خارج میکنن. مارک که اسمدار خارج میکنن، میرن یورو، میرن تو فرانک خارج میکنن، میرن توی پول ژاپنی خارج میکنن، پول کوریایی خارج میکنن، پول انگلیسی خارج میکنن. در واقع ریال ایران از اعتبار افتاده، حتی اگر 3 رقمش را حذف کنن، یعنی اگر 1,000 تومانی را تبدیل کنن به 1 تومان، باز هم پاسخگو نیست. یعنی رشد تورم این نیست که دیگه بگن 5% 40%. رشد تورم اون روزی که خود حکومت قیمت نفت را 3 برابر کرد، یعنی تورم 3 برابری، یعنی تورم بالای 100%، تورم 300%. این تورم شتابان ادامه داره. خب بحران اقتصادی به اضافه بحران سیاسی تبدیل میشه به بحران اجتماعی. یعنی هیچ چیزی در جامعه سر پای خودش نیست. کسی امید نداره شرکت‌های تولیدی دوباره راه بیفتن، کارخونه ها وسائل یدکیشون بیاد، تولید بالا بره، وسائل یدکی برسه، مواد واسطه‌ای برسه. خب اینها وقتی که نیست، استخدامی در جامعه وجود نداره، حکومت هم توان کمک کردن به مردم نداره. الان به سبب بیماری کرونا در کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکای لاتین و حتی آفریقایی جمعیت‌های بیکار شدن. اما عقب مونده ترین دولت آفریقا هم به این بیکارا میتونه کمکی برسونه. جمهوری اسلامی چنین امکانی نداره. حتی در زلزله سال 98 حکومت اعلام کرد کمکی نمی‌کنه. خود مردم، همیاری مردم رفت بیاری زلزله ها. سیل اومد در خوزستان. حکومت توان کمک کردن نداره. فرمانده سپاه از ترس مردم فرار کرد. فرماندهی که سپاه مأمور کرده بود. حتی سلیمانی ناچار شد بره نیروی نظامی از عراق بیاره. حتی شعبی را آورد برای سرکوب مردم که اونجا بشینن در واقع بگه اگر کالایی رو تقسیم میکنیم تحت نظر اونها باشه و مردم اینا رو نریزن بیرون. اصل قضیه این است که این بحران همه جانب است. فشار اقتصادی به مردم زیاده. اگر با انتخابات آمریکا امیدی برای جمهوری اسلامی باز بشه، فرض کنیم دموکرات ها برنده بشن، دموکرات ها هم ریاست جمهوری را ببرن، هم مجلس سنا را ببرن و هم مجلس نمایندگی که بعید سنا را ببرن. یعنی اگر نمایندگی و ریاست جمهوری را ببرن، سنا شانس کمی دارن و در نتیجه امید جمهوری اسلامی که از جانب آمریکا اجازی بشه یک امید واهیه. جمهوری اسلامی توان خودش از دست داده. یعنی این نیست بگیم همه چیز ناشی از تحریم اقتصادیه. کوبا از بعد تأسیسش 1959، یعنی در 61 سال گذشته این کشور تحریم اقتصادی بوده. 90 کیلومتر با آمریکا مرز داره، هنوز با آمریکا مبادله اقتصادی نداره. نفت را میتونه از 90 کیلومتری وارد کنه، از 6000 کیلومتری از روسیه و چین وارد میکنه. شکرش رو میتونه به آمریکا بفرسته، 5000 کیلومتر به آسیا و اروپا میفرسته. با وجود این سر پا مونده. با وجود این مردم کوبا گشنگی نمیکشن. در رفاه اونچنانی نیستن که ما قلف کنیم. اما
کسی هم از گرسنگی نمیمیره، کسی هم از بیدوائی نمیره، کسی هم بچهش رو نمیبره تو قب بخوابونه، کسی هم بچهش از تحصیل نمیمونه. کشور 60 ساله که تحریمه، هنوز به مردم آموزش مجانی، خدمات مجانی میده، آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، بهداشت و درمان در خونه میان کنترل میکنن. جمهوری اسلامی از وقتی هم سالانه 150 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، درمانشو مجانی نکرد، آموزششو مجانی نکرد، 4/5 دانشجویان در بخش خصوصی تحصیل میکنن. آموزش دبیرستانی و دبستانی و کودکستانی که به قول قدیمی ها ویلا، ما 10 نوع مدرسه داریم. از مدرسه ای که در هفته 3 نوبت 2 ساعته درس میکنن تا مدرسه ای که کلاس شبانه روزی داره برای یه سری از ما بهتران. خب ما هر جا را انگشت میذاریم. این حکومت به بنبست رسیده، به فرض اینکه رفع تحریم بشه پولی به حکومت برسه. حکومت در گیر جنگه، هزینه جنگ در لبنان، هزینه جنگ در سوریه، هزینه جنگ در یمن، هزینه جنگ در عراق، نیروهای مزدوری که در این کشورها به خدمت گرفتن، انبوه آدم هایی که در داخل خودش میخوان نگیرتن، اینا همه واریس رو حکومت. وقتی هم دست رو در دل مردم بذاری، مردم منفجر میشن. یعنی جامعه ایران در حال انفجاره، بدون هیچ گونه برو برگرد این جامعه منفجر میشه. فردا بشه یا 5 ماه دیگه بشه یا 5 سال دیگه بشه، جمهوری اسلامی توان سامان دادن به امور مردم ایران نداره و مردم ایران یک چشمانداز بیشتر هم در پیش رو ندارن. چشمانداز سازماندهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اگر در آبان ماه گذشته جنبش شکست خورد، یکی از دلایلش این بود که سازماندهی نداشت و هنوز هم به استثنای کارگران که کم بیش از نوعی تشکل در واقع ژلاتینی برخوردارن و آموزگاران، جامعه هنوز سازماندهی نیست. میلیون ها نفر تحصیل کرده بیکار سازمان ندارن، دانشجویان هنوز سازمان ندارن. در کشور صحبت از 3 میلیون دانشجوه. اگر همبستگی باشه میتونن در جامعه حرکت ایجاد کنن. در حکومت شاه 25 سال جنبش دانشجویی از حرکت نیفتاد. جنبش مبارزاتی مردم ایران پشتوانه توده ای داره، اما پشتوانه سازماندهی نداره. اگر جمهوری اسلامی هنوز سرپاست، یکی از دلایلش این است که مبارزه سازماندهی نشده، یکی این است که اپوزیسیون واقعی، نه اپوزیسیون مدعی، مردم سلطنت رو به گور سپردن. 2500 سال نظام شاهنشاهی را به گورستان تاریخ فرستادن. دیگه تعفن از گورستان بر نمیگرده. مردم با حکومت اسلامی ودا گفتن. با رگ و پوست و گوشتشون دیدن خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی و دیگر آیت الله های امام بزرگ و امام کوچک بهتر از سازمان مجاهدین اسلام را میشناسن. امیدی به یک اپوزیسیون اسلامی هم ندارن. پاسخ این است
یک اپوزیسیون سکولار مبتنی بر مبارزه طبقاتی، چشمانداز یک سوسیالیسم دموکراتیک به عنوان پاسخگوی نیازهای مردم، نیازی که به بیکاران کار عرضه کنند، به مشتاقان تحصیل امکان تحصیل بده، درمان عمومی را تامین کنه، آینده نسل فردا را تامین کنه. این فقط در گروه سوسیالیسم، یعنی هر چشمانداز دیگری در جا زدن در این جامعه طبقاتی. نباید فراموش کنیم جمهوری اسلامی یک جمهوری ایدئولوژیکه، اما یک جمهوری طبقاتی هم هست. حکومت مبتنی است بر استثمار فرد از فرد به شکل خشن ایدئولوژیش، یعنی سرکوب ایدئولوژیه. همینجور که شما اشاره کردید، حکومت میکشه، دادگاهاش حکم قتل میدن. کسی که در یک تظاهرات ساده کرده بایستی پس از بازداشت 24 ساعت بعد آزاد بشه، به تو خونش 2 سال شکنجهش میکنن، اینقدر شکنجهش میکنن تا به یک اتهام دروغی تن بده و به جرم یک اتهام دروغی اون را به چوبه دار ببندن. این جامعه با این فرم، با این شکل، با این وضعیت نمیتونه دوام داشته باشه. من هر اولی که دیدم بازم روش تاکید میکنم که این جامعه در حال انفجاره. این انفجار در واقع شرایط اجتماعی به طور واقعی و مسئله مطالبات آزادی نان و کار و در واقع اداره شورایی که توسط کارگران هفت تپه گفته شد همچنان بر دست‌های مردمانی که باید هم برای سر در واقع روشن شدن سرنوشت بازداشت شدگان و زندانیان بکوشند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی باشند و هم بتونن جلوی این تخریب و ویرانگری سازمان یافته حکومت اسلامی از روز اول تا کنون ادامه داشته داره رو بتونن بگیرن و راهی رو باز کنن که به قول شما آینده فردایان مردم، فرزندان ما بتونه تامین بشه. درود بر تو مجید داراویدی گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. این گفتگو رو توجه کنید.